تنها فرستاد. هرچی باشه مادرش از دست داده، نمیتونه فوری بره. آره خب نمیتونه بره، ولی میره دیگه، دیر یا زود میره. ولی چرا این دختره داشت گریه میکرد و میرفت؟ خیلی معذرت میخوام، دنبال گوشی میگشتم. همیشه من نیام جهان. چرا؟ اگه میامدی خوب میشه. خواهش میکنم، اصلا حوصله‌شو ندارم، میخوام یکم رو چمنو بخوابم. آبجیمم قراره بهم سر بزنه. باشه، هر طور میلت. به ورزشتون برسی. میخوام بپرسم چی شد، ولی چون جواب نمیگیرم پس به حرف گل رو گوش میکنم. بریم انقدر ورزش کنیم تو جونمون درات. امو جون، بروک دیگه رفت؟ خیر باشه، کجا رفت؟ برگشت خونش. تو چی امید؟ من اینجا میمونم. خوبه، خدا رو شکر. بله آقای دین، چی بگم، سعی میکنیم خوب باشیم. باشه باشه، منتظریم. آقای دین بود، میخواد بیاد اینجا. ببین چی میگم، این خدا بیامرز حتما تو وصیتش برای دوماد کوچیکه ما هم یه چیزایی به ارث گذاشته دیگه، مگه نه؟ نه پسرم، نه. اون مامانش هست، باباش هست، عموش هست. دوماد ما سنش کمه، چیزی بهش نمیرسه. نگو ننه، اگه واسه این دختر کوچیکه ما یه چندرغازی به ارث میذاشت خیلی خوب میشد. حلوا پختیم، گفتین ثواب داره بریم، ما هم گفتیم باشه دیگه، ولی کله سحری زشت نیست بریم خونهشون. مسعوده، آداب و رسوم سرت نمیشه، حالا واسه خودت ورفر بلغور میکنی. خونه از دور صبح شب چه فرقی داره آخه؟ دیگه حرف سرت نمیشه. ببینین چی میگم، اگه جلوی همه بخواین آبروی چیچکو ببرین. واقعا که مسعوده، ما همچین آدمایی هستیم؟ واقعا که بعدش هم بگو ببینم چی شد چیچکیوهای از دشمنی به خواهری ترفی گرفت. اون به خودم مربوطه، قهر بودن جای خودش، خواهری جای خودش. ببینین چی بهتون میگم، جلوی مردم حرف ارث و میراث نزنین، هایی وصیت وصیت نکنین. حالا به سلامت. زبونش هم 2 متره، چقدر دیگه میپرونین. زبون داره 6 متر. بیا اینجا ببینم این چه وضعشه، مگه گرد و خاکی پله ها رو نمیگیرین شما؟ میگیرم، ولی قرار بود گلفام خانوم برای این کار یکی رو بیاره سرایداری. وقتی تو سرایداری کسی نیست تو باید بکنی. ولی خالده خانوم، من خدمتکار خونم، نظافتچی که نیست. با من دهمه دهن نذار، یالا اون در واس کن، بعد برو به کارت برس. سلام من خواهر گلرو. تو اینجا چی کار میکنی؟ خواهرم کجاست؟ گلرو، گلرو، صدا تو به من دست شلوغ نکن. به من میگم دست نزن. ای بابا آبجی، خالده، میبینم هنوز گلفام پاشو از خونه بیرون نذاشتی، دست به کار شدی. من داشتم به خدمتکار کمک میکردم. جلو چشم آفتابی نمیشی خالده، تو ما از این خونه بریم باید کاری کنی که یادم بره اینجایی، وگرنه قبل از ما تو میری. فهمیدی چی گفتم؟ حالا برو. باورم نمیشه، باورم نمیشه دارین با این زن قاتل زیر یه سقف زندگی میکنین. ای بابا، خب به خاطر اعتبار گلفام. کدوم اعتبار بابا، کدوم اعتبار؟ گوره بابای خودش و اعتبارش. شما اینجا چی کار میکنین گلرو؟ منتظری. منتظر چی؟ منتظر اون بیمار روانی با چاقو بیاد سراغتون؟ منتظریم امید بره. بخورین بخورین نوش جان. خدا بیامرزتش. آمین. خدا بیامرز خیلی زن چیزی بود، خیلی زن اصیلی بود. آره ما تو روزنامه ها خوندیم،
وقتی شنیدم جیگرم تیر کشید. حتی مرگشم مثل خانمای متشخص بود. واقعا سرکار خانم طوری رفتن که در شأنشون بود. مگه نه جونم، اون همه بیمارستان رفت، ناراحتی پیش اومد، اونجا ها نرفت. تو یه مهمونی بزرگ که در شأنشونم بود، تو یه چشم به هم زدن به رحمت خدا رفت. خیلی معذرت میخوام عزیزم. ولش کن چیچه، کلان دیگه میرن. آقای دکتر، از صمیم قلب به شما خیلی تسلیت میگم. دختر مرم یکم داداش جونم، بهتره من بدرقتون کنم. وا دختر، ما که تازه اومدیم، هنوز میخواستیم وسایل خدا بیامرز رو ببینیم. چی؟ میخواستین چیکار کنین؟ چیچک اینا نمیفهمن. تو چرا دختر؟ بس آداب و رسوممون چی میشه؟ سنتمون چی میشه؟ نکنه تو هم یادت رفته؟ ایوا دختر، از آداب و رسوم مگه نمیدونی؟ وسایل خدا بیامرز بین نزدیکاشون تقسیم میشه. آره نزدیکاشون دیگه، نزدیکاشون. خوب دیگه، ما هم از نزدیکاشیم دیگه، مگه نه؟ آقای وکیل اومدن. آقا امید خوش اومدین. ممنونم آقا امید. وکیله؟ وای آره، خوب ارث و میراث دیگه، بعدم وکیل بیاد. خوب دیگه داداش، من بدرقتون کنم. پاشین، یالا پاشین، بفرمایید. به جمعه دیگه، بازم بهتون تسلیت میگم، خدا بهتون صبر بده. بفرمایید. واسه ارث و میراثه میگی نه؟ آره والا، واسه تقسیم ارث اومده. چشک ببینم دختر، یه گوشه کوچیک از داراییش واسه تو نمیمونه؟ دخترم تو هم ارث ببر، جون من ارث. خدای خودت کمکم کن. بجون بری دیگه داداش، برو. ببین منو، حواست اونجا باشه. داداش بجون. خیلی مهمه. خانم خیلی با ارزشی از دست دادیم. بازم بهتون تسلیت میگم. حالا اگه آماده این، اومدم وصیت جاهد خانم رو با هاتون در میون بذارم. حتما پاکیزه خانم اینا رفتن، من یه سر به چیچک بزنم. چرا محبوبه؟ نمیتونم، این چیزا خانوادگی امید. برای من قهوه بیار. از آقای وکیلم پرس چی میخورم. بشین لطفا، بشین. قهوه رو دختره میارن. تو هم هرچی باشه یه قسمت از این خانواده ای. با اون زن دیوونه که قصد جون تو داره زیر یه سقفیاره؟ تو دستش هم که چاقو داره. نه امکان نداره. اگر خواهرزادم یه طوریش بشه چیکار میکنی؟ هی بابا آبجی، چرن نگو دیگه، به اندازه کافی اعصابم به هم ریخته، اعصابم بیشترش نکن. به من چه اعصابت خورده؟ میگم وسایلتو جمع کن میریم. شوهرت هم بردار بیا بریم دیگه. آبجی داداش اینا. بیا تو چیچک جان. نه آبجی، حتما با هم حرف دارین. دو تا خواهرین دیگه، از هم که چیزی قایم نمی کنین. منم که از همه تون کوچیکترم، بعضی وقتا حماقت میکنم، میام که حرف بزنم. معلوم نیست که با کی باید درد دل کنم. چیچک، چیچک، بیا اینجا ببینم. اینجوری نگو دیگه، ناراحتمون میکنی. بیا بیا عزیزم. به جانر گفتم، ولی آخرش یه کاری کردن، فرارید دادن. خب اتفاق بدی نیفتاد، گذشت. خب چیچک، آبجی، آبجی لطفا نشین، بیا اینجا ببینم دیگه، بسه. همین امروز قهر رو تمومش میکنین، فهمیدین چی گفتم؟ دیگه قهر نداریم. خب باشه، لطفا دیگه اینطوری نکنین دیگه، نه منو بیشتر ناراحت کنین، نه خواهرزادتون رو. ببینی حالا آشتی میکنین، زود باشین. آبجی خیلی دلم برا تنگ شده بود، چقدر بدون تو یتیم شدم. عزیزم من مادرت بودم، نه خواهرت. آخه یه حرف که بهت میگم خودم بیشتر دلم آتیش میگیره. بسه دیگه، بیشتر کشش بدین، منم گریم میگیره. بسه. آی یه بار سنگین از رو دوشم برداشته شد. وای خدا میدونه چطور این همه مدت جلوی خودم گرفتم. آبجی فکر کردم هیچی به اندازه رفتن اون دختره چندش خوشحالم نمیکنه، ولی امروز بعد از این همه مدت یه قهر بودیم آشتی کردیم. پس اون زن رفت. منم صبح دیدم داشت با عجله میرفت.
خب منتظر و امید میشد با هم برمیگشتن. حق انتخاب نداشت. داداش امید به زور فرستاده، شوتش کرد. خودش اینجا میمونه. اینجا میمونه یعنی چی؟ اونا فرستاد، خودش اینجا میمونه. خیلی خوب باشه، چند روز بیشتر اینجا میمونه. ولی چقدر دیگه میمونه؟ کی برمیگرده پیشش؟ انگار نمیتونم حرفمو بفهمونم آبجی. داداش امید دیگه بر نمیگرده، اینجا میمونه. همه املاک تو ایستیمیه، روستای جدید، تارابیا، بودروم و چشمه و 10 میلیون دلار پول که به امید حکیم اغلو میرسه. عجب، طلای بزرگ مال پسر طلاییش. باشه، خوبه. ادامه بدین. آره ادامه بدین، اگه بعد از امید چیز دیگه یه مونده بگین لطفا. چی داره میگی شوکت؟ این چه حرفیه؟ تو چی بلغور میکنی؟ سر پیاز یا تای پیاز؟ حالا نشسته تو جلسه ارث و میراث واسه من. مامان بزرگم مرد، دوباره چهره واقعی تو نشون دادی. آره تانر بشه همون بلم کن. برای اینکه خودشو تو چشم ما فرو کنه چه کارایی که نکرد. معلومه همه اینا رو به زور مامان بزرگ کرده. میتونی مامانمو گول بزنی ولی نمیتونی منو سیاه کنی. آقا امید اگه بخوای من میرم. کجا میری؟ بشین ببینم. بگی بشین، تازه رسیدی؟ بشین ادامه بده. بیا بشین. بس تو هم بشین سر شهر. چرا اونطوری زل زدی به من ها؟ به چی نگاه میکنی؟ کم مونده ازت خلاص شم. ادامه بده. شوکت خان، همه چیزایی که از وصیت‌نامه مال شماست، مثل املاک و زمینای توی نشانتاشی و ساریر و 10 میلیون دلار پول نقدی که سهمتونه، از طرف مادرتون به دست همسرتون محبوبه حکیم اغلو سپرده شده. چی؟ یعنی چی؟ این یعنی چی؟ چی میگه؟ ها؟ تا قرون آخر چیزایی که سهمتونه رو نمیتونین بدون اجازه همسرتون خرج کنین. چی داری میگی؟ مگه همچین چیز مسخره‌ای میشه؟ میخوای منو دیوونه کنی آقای وکیل؟ آره؟ مادرتون به خاطر بی‌ثباتیتون، سبک غلط زندگی و نگرانیش از استفاده اشتباهتون از داراییتون ترسیده که خانوادتون رو به فلاکت بکشونین. برای همینم خواست که داراییتون توسط همسرتون محبوب خانم کنترل بشه. گوش کن جناب وکیل، این وصیت‌نامه رو عوض کن وگرنه میکشمت. میفهمی؟ میکشمت. تو عوضش نکردی نمیتونی از این خونه بری بیرون. شوکت خان، این وصیت‌نامه به خواست مادرتونه. محبوبه تو کردی مگه نه؟ تو مادرمو گول زدی مگه نه؟ میکشمت. بزن با مادرم نمیتر بزن. شوکت، من نمیتونستم. خدا منو بکشه که میدونستم. اول تو رو میکشم محبوبه. تو چی هستی؟ چی هستی؟ میخوای چی بکشی؟ چی هستی؟ چی کار میخوای بکنی؟ آروم باش تانر. میبینیم مامان. آقای دین لطفا بعدا ادامه بدیم. کجا داری میری؟ بدون دادن حقم کجا میری؟ بس کن دیگه شوکت، بس کن. به خودت بیا. مادر همیشه در حق تو ارفاق کرده، پسر تلاشو تو طلاق غرق کرد. شوکت چی؟ بره سماق بملکه. نه خیرم، تا امروز کوتا آمدم ولی از این بعد حقم هم میگیرم. شوکت، منم از اینکه مادرمون همچین کاری کرده و اینکه انقدر به محبوب اختیار داده شوکه شدم. من اون محبوبه را گوش کن ببین چی میگم. بشین یکم فکر کن ببین چی کار کردی. خدا میدونه چی کار کردی که مادرمون این کارو باید کرده. زن خوشگلی هستی، واقعا خیلی خوشگلی. لطف داری. تکس شکرد. ببین امید، قدر تو رو نمیدونه، داره وقت تو هدر میده. شکرد استاپ. چه استاپی خوشگلم؟ من قدر تو رو میدونم شکرد. بهت گفتم استاپ. شوکت، ببین منو. شوکت هر کاری که کردی معلومه مادر حسابی عصبانی کرده، برای همونم این کاره کرده. یه وقت تقاص خطاهاتو از محبوبه پس نگیری شوکت. نمیذارم حقمو بخوره. نمیذارم او احمق ناقص العقل حق منو بخوره. نه حتما تو اشتباه فهمیدی چیشک، سوء تفاهم شده. آره آبجی، چند بار دیگه بگم کجاشو نفهمیدم. یعنی چی میمونه؟ یعنی چی نمیره؟ نمیره دیگه. مگه وکیل وسیشی نمیخواد بره یارو؟ آبجی زده به سرتون چتونه؟ مثلا برای چی میخواد بمونه؟
چیچک ببین اگه چیزی میدونی و نمیگی به خدا. ولی شما عادت دارین چیزی بدونین و هیچی نگین. شما هر چتونه. خیلی خوب فهمیدم. عاشقای قدیمی با هم دشمن شدن. حتی نمیتونی تحمل کنی امیدو ببینی. ولی تو چته آبجی؟ این چه وضعشه؟ مگه من چه میجونم؟ من واسه ناراحتی گلرو ناراحتم. مرد غریبه به من چه ربطی داری؟ حال منم تقصیر هورموناست. گاهی عکس العملم خیلی شدیدتر از اونیه که باید باشه. باشه آبجی، آروم باش، واسه هورموناست قبول. ولی به خودت استرس نده، فکر خواهر زاده منم باش دیگه. من دیگه برگردم پیش تانر. خواهر جون بعدن کلی حرف داریم که با هم بزنیم. باشه عزیزم، به سلامت. بذار هفتمش بگذره، باز میشینیم حرف میزنیم. باشه بعدن میبینم اتون خواهری. خدا رو شکر. گلرو خیلی میترسم. مامان خواهش میکنم آروم باش، لازم نیست بترسی، خواهش میکنم. بابا خیلی هم خوب شد، خوب شد. اینطوری نگو، خواهش میکنم. اینطوری نگم مامان، اذیتم نکن دیگه. خدا رحمتش کنه، ولی وقت رفتنش همچین خوب گلی به این یه روز است. پسرم خواهش میکنم. اون میدونست، انقدرم خوب میدونست که این مرتی که چقدر دلش سیاه و کثیفه، برای اینکه عرض سه روز همه ی این پولا رو خرج این دختر و اون دختر نکنه، پولو برای تو گذاشت مادرم. تانر حواست باشه چی داری میگی، این چه طرز حرف زدنه؟ اون باباته. اما من نگو بابام بابا، اون بابای من نیست، میفهمی؟ بس کن دیگه، من حرفایی که باید میزدم و زدم، لازم باشه بازم به زبون خودش باهاش حرف میزنم. همه چی درست میشه، آروم باشین، داد و هوار نکنین. مگه نمیبینین شوکت حواس سر جاش نیست؟ درست میشه، بایدم بشه. لااقل تو آروم باش محبوبه. امید من چیکار کنم؟ من چطور با شوکت سر و کله بزنم؟ ماها بود مثل فرشته ها شده بود، تو یه لحظه پر از نفرت شد. نه من پول و پله نمیخوام، من نفرت نمیخوام. مادرم اینطور صلاح دونست، همونطوری هم شد. کاری نمیشه کرد، بذار شوکت از راه های قانونی حقشو بگیره. اگه تونست بذار بگیره. میبینیم مادرم میترسه. چرا؟ فقط به خاطر اینکه اون مرتیکی که تو بهش میگی بابا اومد رک و پوست کرده مادرمو تهدید کرد. اگه یه بس کن دیگه تانه، قبل از تو من خودم اینجا. با این چرندیاتت به مادرت استرس نده، با پدرت هم سر کله نزن. من میرم باهاش حرف میزنم. منم اینجا این مادر ما اینجا همه ی وکیلا رو میندازم به جونت. بابا باره توی دیگه چی میگی؟ نمیتونین مادر و پسر همه رو یه لقمه چرب و نرم کنی. آره ما هم وایسادیم حرفای تو رو گوش کنیم. پسرم تو رو خدا باشته هم به دهن نذار، خواهش میکنه. چی شده؟ پدرت رو در میارم. مجبور نیستون بایستیم حرفای این یارو رو گوش کن. چی؟ بیاریم بیاریم نمیذارم یک قرونم بخورین، یک قرونم نمیذارم از گلوتون بره پایین. شنیدین؟ یک قرونم بهتون نمیدم. زود باش امید، اومدم یه جای پرت که کسی نبینتم. باشه خیلی خوب خواهر جون، آرومیم. گوش کن، میخواد بمونم بمونه، به ما ربطی نداره. فهمیدی؟ تو دست شوهرتو میگیری قنچه رو شوت میکنی بیرون، میای محل خودمون، یا چه میدونم میرین یه ویلای دیگه، یا اگه خواستین میرین خارج. فهمیدی؟ اینطوری مشکلی نیست، ولی نمیتونیم تو ویلای این جادوگر رو بمونیم. باید بریم، باید هم از این جادوگری دیوونه هم از امید دور شیم. آره خواهر جون دقیقا همینطوره. واسه کار آقا تیبت دیرم شده، من رفتم، بعدن میبینمت. آهان گوش کن، به محض اومدن جهان به من زنگ بزن. خب لازم باشه امشب میمونین پیش ما. عزیزم تو نترس، اگه دوست داری بترسی از اون جادوگر چاقو به دست بترس. حالا آروم باش.
امید، من از تو هم بیشتر کلافم. اگه به گوش کسی برسه که من خبر دادم، ممکنه برادرمو از دست بدم، ممکنه نتونم تو روزای آخر زندگیش کنارش باشم. کاش قبل از زیر و رو کردن زندگی مادرم به اینا فکر میکردی. کاش تو هم منو ناچار نمیکردی امید. یه ثانیه هم نیست که به جاهد فکر نکنم. ببین اگه حق با تو باشه، بچه از توی، اگه بچه از من باشه، اون وقت چی کار میکنی؟ چطور به قولی که به مادرت دادی عمل میکنی؟ خودت بگو. اول باید مطمئن بشم. پس میخوای آزمایش انجام بدی؟ من با وکیلم حرف زدم، باید اول اونو راضی کنی. وقتی زن کسی دیگه است نمیتونی مجبورش کنی. حرف میزنم، میرم با گلرو حرف میزنم، سعی میکنم راضیش کنم که آزمایشو انجام بده. آره خب اونم قبول میکنه. نمیشه، به این راحتیام نیست. البته اگه میخوای برو حرف بزن، ولی اگه قبول نکنه نقشه منو عملی میکنی. ای جان من اومدم. خب دیگه وقتی رسیدیم بهم خبر میدین دیگه. آره ای وا، یه زمانی نمیتونستیم از در کوفته پزی محل بریم تو، اون وقت با دمبلای تو خونه عرق میریختیم. حالا ببین به کجا رسیدیم. ای روزگار، شکر. ظاهرن عضو جدید. نه بازم تو. بازم تو. جهان خبر داره اینجایی؟ خودش اسم منو نوشته. عالی. جهان میدونست اینجا کار میکنی؟ خودش استخدامم کرد. نمرش 20. عالی. واقعا کارش درسته. این چه کاری با تو کردی پسر؟ اوه پس هم دیگر رو دیدی. چرا اینطوری نگاه میکنی داش؟ باشه اگه سالون رو نپسندیدی میری هر باشگاه که خودت دوست داری. عجبا. من چرا برم داش؟ اگه قراره کسی نیاد اونه نه من. من میام. پسر اون اینجا کار میکنه. آره کار میکنه، بفرما داره کار میکنه. عزیزم دارم میگم تو راییم، تو ترافیک گیر کردی. خیلی خوب باشه، ببین تو نفر بعدیمونو ببر تو، ما هم تا دو ساعت دیگه اونجاییم. فقط خواهش میکنم شیرشو از این تأخیر خبردار نشه. عزیزمی خیلی ممنونم. تو رو به زور آدمت میکنم مرد، به زور. آه. یه لحظه بیا. چی شده؟ تو بیا. میگم چی شده؟ به نظر من، یعنی این پیشنهاد منه، اگه دوستش داری برو باش حرف بزن. حرفتو بزن. مرگ من راست میگی؟ آره. دمت گرم با. خلا چل بودنه تموم شد واسه ما، روشن فکر شدی. حالا چقدر باهوشی تو. دایگو شش ساکت. دایگا یه لحظه بیا. چی کار میکنی خنگ خدا؟ کار میدم دستتا. دارم میگم باش حرف بزن. بیا جهان. رفت که؟ رفت دیگه. واسه چی صدات کرده بود؟ صدات کرده بود که ما با هم حرف بزنیم. آها اون وقت راجبه چی باید حرف بزنی؟ والا خوب بود اونشم میگو ولی نگو. من هیچ حرفی با تو ندارم، ولی اگه تو داری شانستو امتحان کن، شاید گوش کردم. میخوای چند درجه صورتمو بچرخونم؟ یکی بخوابون اینجا راحت شو بعد حرف میزنی. به همین راحتی آثاره؟ فکر کردی یه سیلی بزنم آروم میشم؟ بس بیا لتو پرم کن. مرد من یادم رفت. وای خدا منو بکشه. قرار بود بریم پیش شیرشاه. دارم میبینم خیلی واضحه که یادت رفته. منم یادم رفته بود. یادم رفته بود افسار دست کیه و اینجا وایستادم حرفاتو گوش میدم. لباستو عوض کن همین الان. پس خانم کار پیدا کردن. نفهم
نفهم تو یه نفهمی. ممکنه الکی ریسک کرده باشی، امیدوارم حواست باشه. داری سعی میکنی باور کنی با این آزمایش دلت آروم میشه و به آخرین خواسته مادرت عمل میکنی، ولی میدونی با وجود جست خونسردی که گرفتی من چی دارم تو صورتت میبینم؟ امید دارم، دارم تو صورتت ترسو میبینم. مردی میبینم که میدونه چیا سرش میاد و از اون چیزا خیلی میترسه. برای اینکه به آخرین خواسته مادرم عمل کنم هر کاری بتونم میکنم. آره آره عکسا رو دیدم. ای خوبه، بدک نیست. این شماره 7 به چشمم آشنا میاد. این کیه؟ آها، مانکن جدید حاله. باشه، پس مرحله اول گذرونده. پس امروز میان. باشه، منم میام. نیم ساعت دیگه اونجا. باشه، فعلا. خدافظ. روز بخیر آقا تیبت. مسعوده. بفرمایید. اسم خواهر چی بود؟ همون که خوابش سنگینه. خوابش؟ یعنی چی؟ خواهرتو میگم، اسم خواهر چی بود؟ ای بابا نکنه تو خونه شما خوابیده. آخ چی کارش کنم؟ ای باورتون نمیشه. مسعوده، اسم خواهرتو پرسیدم، اسمش چیه؟ آقا تیبت واقعا معذرت میخوام، خیلی شرمندتون شدم، ولی باور کنین اون روز خیلی مریض بودم، برای همینم به جای مسعوده. اسم خواهر چی بود؟ اسمشو پرسیدم. اسمش؟ گلرو. آها، گلرو. گلرو، گلرو، گلرو سپاهی. بله، یعنی مثل چیز شما گلفام سپاهی. بله، خواهر منم طراح مد بود، یعنی آتلیه داشت بست، ولی حتما تو روزنامه ها هم خوندین دیگه، طراح جدیدی که در برابر گلفام سپاهی ایستاد. طراح سپاهی جدید. گلفام سپاهی و اون، خب میدونم میدونم، تو مهمونی با هم بودیم، اون مهمونی که کوتاه هم بود. بگذاریم، خسته نباشی. تو مهمونی با هم بودیم؟ یعنی چی با هم بودیم؟ گل رو، این تلفن من کجاست؟ دختر تو چی کار میکنی؟ آخه تو چی کار میکنی؟ گل رو، دختر جریان تو با آقا تیبه چیه؟ چرا به من نمیگی؟ نه آبجی، چه تیبه تی بابا؟ ای حالا میگه چه تیبه تی؟ خونه ای طرف خوابت برده بوده، این کم بود. حالا از مهمونی هم میگه، سراغتو میگرفت. حتما از مهمونی گلفام حرف میزنه. البته که از اون حرف میزنه. خب یارو واقعا آدم حسابی بود، فقط دو کلمه با هم حرف زدیم، بعدش هم که جاهد خانوم دلم یه جوری شد وقتی گفتم خواهرم طراح مد بوده، سرمو گرفتم بالا. خب آخه تو چرا اینا رو به من نمیگی دختر؟ آبجی چیو میگفتم آخه؟ مگه حال حوصله فکر کردم به این شاهماهو دارم؟ آبجی ببین، من دارم جمع و جور میکنم. خب با جهانم حرف زده بودیم، بیاد بهش میگم که حتما از اینجا بریم. نه آبجی، محله رو ول کن، نمیشه. فعلا توی یه هتل میمونیم، جفتمونم که ویزا داریم، بعدش تا یکی دو روز دیگه تصمیم میگیریم کجا بریم و چی کار کنیم. من بعدن بهت زنگ میزنم. همینه دیگه آقای مرد، مثل یه سگ منتظر صاحبتی که بیاد دنبالش. پس فکر کنم زبون همدیگه رو فهمیدیم. البته که فهمیدم، مشکلی نیست حال خانم. کسایی که گفتین کی میان؟ شما خواهش کوچیک منو عملی کنین، من هم بازیگرم و هم مانکنم و مشتری باشگاهتون میکنم. همه چیش با من، نگران نباشین. برین از تبلیغات رایگانتون لذت ببرین. تا مربیتون بیاد میتونین از بخش ویتامین استفاده کنین. ممنون، خسته نباشی.
دایگو خانم. بله بفرمایید. واسه قرار شیرشاد دیر کردیم، زش شد. پیش تو هم خجالت کشیدم. حال خدا منو بکشه، نمیدونستم دایگو اینجا کار میکنه. عیبی نداره عزیزم، هیچ عیبی نداره. حاله؟ حالا من نسبت به دایگو هیچ هنوزم هیچ مشکلی نیست. تو این وضع خودتو خسته نمی کردی؟ میذاشتی من چمدون تو میبستم، ولی لجبازی تجازه نمیده. حق نداری با اون دستایی کثیفت به وسایل من دست بزنی. خوبیم به تو نیومده. بیا بشین دو دقیقه استراحت کن، یه نفسی تازه کن. باهات کار دارم. برای بار آخر میگم از این اتاق برو بیرون. بی خودی از من میترسی. من مجازاتمو دیدم، مداوا شدم، به دخترم قول دادم دیگه از من آسیبی بهت نمیرسه. به دخترت خیلی اعتماد دارم که به تو داشته باشم. دخترم به طرف دست دراز کرده، با وجود اون همه کاری که کردی تو رو تاج سرش کرده، دیگه چی از جونش میخوای ها؟ خالدی برو. خدا میدونه که دروغ نمیگم. روزی که بری من اینجا جشن میگیرم. واسه دیوونه ها هر روز جشنه. خودتو کشتی و به در و دیوار زدی که بچه دار بشی. دیگه اونور دنیا هم بری نونه تو روغنه. ببین از ده میشمرم میام پایین. خب حاملگی خیلی سخته، تا بغلش نکردی نمیتونی بگی مادر شدم. 8 فرض کنیم 9 ماه تو شکمت بزرگش کردی، معلوم نیست سر زایمان چی میشه. 6 5 خدا به تو و شوهرت شانسی بده که به مادرش نداده. امیدوارم. میکشمت، میکشمت. اینجا چه خبری؟ زنی که واسش سوی تفاهم پیش اومده. گم شو، برو بیرون. من یه ثانیه دیگه هم میتونی چی کار داری میکنی؟ گفته بودم اگه کوچکترین تهدیدی ازش بشنوم میرم. کاری اون هیچ ارتباطی به من نداره گرو. حق با توه. باشه باشه باشه، حق با توه. تو بردی. خواهش میکنم، التماس میکنم این چمدونو ول کن. اون زن همین الان میره، میره گرو. تو فکر کردی تنها مشکلم مادر روانی توه؟ گلفام امید دیگه بر نمیگرده آمریکا. حتما خبر داری. تو این کارو با من کردی، تو کاری کردی حرفامونو بشنوه و اون مردی که دیگه ولم نمیکنه. از یه طرف مادر روانیه تو، از یه طرف هم امید. دیگه متاسفم این بار هیچی اینطور که تو میخوای نمیشه. خواهش میکنم گارو، 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 خواهش میکنم برادرمو ازم نگیر. من غیر از برادرم کسیو ندارم. بهتره تو به فکر مادریت باشی. برادرت با منی. سعی میکنی باور کنی با این آزمایش دلت آروم میشه و به آخرین خواسته مادرت عمل میکنی، ولی میدونی با وجود جست خونسردی که گرفتی من چی دارم تو صورتت میبینم. امید دارم، دارم تو صورتت ترسو میبینم. مردی میبینم که میدونه چیا سرش میاد و از اون چیزا خیلی میترسه. اون زن برای این که چهره واقعیشو نشون بده منتظره که زمانش برسه. امیدم که تو ویلای بغلی بیخ گوشمونه. جهان خواهش میکنم بریم، خواهش میکنم، خواهش میکنم از اینجا بریم، بریم اونور دنیا. نمیدونم، لطفا زود باش، همین الان از اینجا میریم. بودو گلرو، من صدای خواهرمو شنیدم، دیدمش. هم حرفای اونو شنیدم، هم حرفای تو رو. چی میخوای بگی؟
من نمیخوام خواهرمو ول کنم گل رو. هیچ کاری نیست که به خاطر تو و بچه‌مون نکنم گل رو، اما این نه، الان نه. یعنی چی الان نه گل رو؟ فقط دو روزه که خواهرم نزدیکترین دوستشو از دست داده. وقتی اون اونطوری اونو تکیده دیدمش، وقتی حرفای هر دوتاتون رو شنیدم، نمیتونم برم، نمیتونم، امکان نداره، نمیتونم اینطوری بهش پوش کنم و برم. تو به من میگی؟ بله گرو، من بهت میگم نمیتونم. من اصلا انتظارشو نداشتم. تو به من گفتی با تو هم. گفتی هرچی بشه پیشتم. تو حتی نمیخواستی بیای اینجا، من راضیت کردم. به گفتی یه خونه واسه خودمون داشته باشیم. من که نمیگم خونه زندگی واسه خودمون درست نکنیم، فقط میگم الان نمیشه. درست میکنیم ولی الان نه. من باید جریان خالده رو حل کنیم. همه یه حواسم بهش هست. اگه کوچکترین بیادبی بهت بکنه، قسم میخورم میندازمش بیرون گل رو. شک نکن از اینجا میره. ولی به خاطر خواهرم، فقط به خاطر خواهرم یه شانس دیگه بهش میدیم گل رو. اعتبار، به خاطر اعتبار خواهرت. فقط به خاطر اینکه مادرشه. اون مادرشه. فقط به خاطر خالده که نیست. امید، اون مرد. گل رو، اگه اون مرد اونطور که میترسی به امون فشار بیاره، نه فقط اینجا، اون بر دنیام بریم این کارو میکنه. چون ممکنه اون هیچ وقت مطمئن نشه، ولی هم تو هم من میدونیم پدر واقعی اون بچه کیه، چه دور چه نزدیک. اگه بخواد سر رامون سبز بشه، باهاش میجنگیم، میجنگیم. من فقط یکم هوا رو براه. بهت قول میدم که همه چی رو براه.
گلرو، باید با هم حرف بزنیم. بله خیلی خوبه. آره آفرین مرد. یه نگاه دیگه میخوام. یه نگاه دیگه. آره عالیه، خوبه. یه نگاه دیگه. آفرین مرد، آفرین مرد. حالا انگار میخوای یه چیزی رو اینجا پیدا کنی. یالا یکم هیجان بدیم، زود باش دیگه. این همون شماره 7 نیست ممکنه؟ حاله بله قربان. 15 دقیقه سر عکاسیه، خیلی خوب به نظر میرسه. آره بدک نیست. سابقه کار چی؟ حالا خانم اینا رو به همون داد. زود باش شیرشا، بگو دیگه، یه شانس بده، زود باش. فردا ساعت 11 تو دفتر وگا باشن. حتما خیلی سر شلوغه. آقای تیبت فردا ساعت 11 تو وگا منتظرتونه. که اینطور عالی. نمیخوام هر دومونو بیشتر از این کلافه کنم، برای همینم میخوام روکو سری حرف بزنم. از تو هم همین انتظار دارم. میشه تو صورتم نگاه کنی؟ چرا؟ میخوام سوالی که میپرسم و تو چشم نگاه کنی و به هم جواب بدی. نمیدونم سوالت چیه، ولی من تصمیم میگیرم تو چشات نگاه کنم یا نه، که اصلنم دلم نمیخواد. فکر میکنم خوب میدونی که میخوام چی بپرسم و میدونی که مجبورم بپرسم. مجبور نیستی هیچی بپرسی. منم مجبور نیستم جواب هیچ سوال یا درخواستی که تو داری و بدم. گفتی بیا حرف بزنی، منم اومدم اینجا. از منم فقط یه چیز میشنوی، اونم اینه که از من و زندگیم فاصله بگیر. پدرش منم؟ جواب بده، پدرش منم؟ پدرش تو نیستی گلرو، این آخرین شانسته. مجبوری واقعیتو به هم بگی. پدرش منم؟ پدر بچه من تو نیستی. تو هیچ ارتباطی به بچه‌م نداری امید. تو نه به من نه به بچه‌م ارتباطی نداری. نتونسته حسب کنه که جهان به خاطر من اینجا مونده. حالا دق و دلیشو خالی میکنه. مطمئن اگه یکم گروه بشناسم میدونم دق و دلیشو واسه نگفتن جهان سر من خالی میکنه. گلفام به نظر من عصبیه، کلافه است. نه کلافه چیه، دست پاچه است. از اینکه امید اینجا مونده زهره ترک شده. در مورد بچهش هیچی اونطور که برنامه ریزی کرده بود پیش نمیره. جهانم که گلفام خواهش میکنم کم مونده دسرم بخوریم. جهان، امید، گلرو، آها، یه 5 دقیقه هم در مورد کار و راه حلای فوق‌العاده مشاوره دیوونه تو صحبت کردیم. 2 ساعت اینجاییم ولی هنوز نتونستیم هیچ حرفی با هم بزنیم. میتونین برش دارین. مال تو هم تموم شد؟ بله لطفا. مرسی. گوشم با توه. چی قراره بگی؟ همه چیو گفتیم دیگه. من خیلی وقت به این شام فکر میکنم، حتی ماه هاست. میتونم بگم که ماه هاست دارم به این شب فکر میکنم. ای وای، من چیزیو فراموش کردم. شب خاصی بود. داره چیو فراموش کردم؟ تو رو خدا بگو من... لطفا بگو چی یادم رفته. اگه تو بخوای شب خیلی خاصی میشه گلفام.
پدرش تو نیستی. تو نه به من نه به بچم ارتباطی نداری. میدونم شوکت کردم، ولی من مطمئنم گلفام، اگه تو هم گلفام، من تو رو میخوام زندگیامون با هم یکی بشه. مشکلات تو، زیباییات، شیطنتت، هرچی که مربوط به توه، همه چیز تو مرکز زندگی میخوام. من یه زندگی با تو میخوام گلفام. اگه تو هم بخوای اینو تجربه کنی. من اونو نمیتونم. خوب میدونم به کی پیشنهاد ازدواج دادم. اینم میدونم که گلفام سپایی نمیپره گردنم و بگه بله. کم و بیش میدونم نظرت در مورد ازدواج چیه گلفام. اونور، من نمیخوام باهات ازدواج کنم. من از این که تو زندگیم هستی خیلی خوشحالم، واقعا خیلی خوشحالم، ولی نمیخوام زندگیمو با تو بگذرونم. ببین، تو سخت‌ترین لحظه هم پیشم بودی و من برای این ازت ممنونم. جدی میگم، خیلی ممنونم. ولی تو و من، ما یه جورایی با هم دوست شدیم که من دیگه هیجان قبلو ندارم. خیلی متاسفم. من معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. خیلی خوب که هیجان قبلو نداری و من از این موضوع امشب، شبی که به پیشنهاد ازدواج میدم، خبردار میشم. من برای این که بفهمم چه حسی دارم یا ندارم به کمی زمان نیاز دارم. و مجبور نیستی توضیح بدی. تو خودخواه‌ترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم. اینقدر خودخواهی که به خودت زحمت ندادی به هم بگی چه حسی به هم داری یا چه حسی نداری. اونور، خواهش میکنم. تو لیاقت یه خودخواه مثل خودتو داری، نه منو، نه دوستی منو، نه حضور منو، نه عشق و احساس آدمی مثل منو. اینا رو نگاه کن، تو رو خدا، گوششون چسبیده به در، باز اومدن گوش وایستادن. بذار صدای اینو یکم زیاد کنم. بیا تو هم بشین پیش من، گوش کن ببین چی میگم. این مرده چرا با سراغ تو گرفت ها؟ میخواد باهات چی کار کنه؟ نمیدونم. اگه جهان نه نگفته بود، برای اولین بار به هم نگفت، اونم تو این وضع. بله خوب، این جهان دیگه جهان قبل نیست. من دیگه میرم. کجا؟ نه خیرم، من چطور الان تو رو بفرستم اون خونه؟ آبجی، وقتی امید از خالدی جادوگر دیگه کیه؟ ما هم داشتیم چیز میکردیم، مگه نه؟ چی کار کردی؟ صدای موزیک میاد، چه خبره؟ ما هم علکی با هم دیگه اینجوری میرخصیم. چه قرنشی هم میاد؟
بله گلفام. وقت عزاداری نداری. مجبوریم این قضیه رو جور دیگه حل کنیم گلفا. امید الان پیام تو دیدم. خب دیگه این که عجیب نیست، میدونستیم اینطوری میشه. مصمم میریم جلو. گوش کن، این دیگه برگشتی نداره. من بیشتر از تو دارم ریسک میکنم. باید مطمئن باشم حمایتم میکنی و وسط راه ولم نمیکنی. امید اگه کسی بفهمه با تو دستم توی کاسه است، برادرمو از دست میدم. گلفام، تا آخرین خواسته مادرمو برآورده نکردم دست نمیکشم. خوبه، پس امشب خوب استراحت کن، فردا انرژی لازم داری. جوجو خوب گوش کن چی میگم، فقط به تو میتونم اعتماد کنم. چیو خواهش میکنی؟ چیز من یه صدایی شنیدم، ترسیدم، طورم که اینجا اینطوری دیدم. آها، فکر کردی یکی اومده یه چیزی کوبیده تو سرم منو کشته یا بیهوشم کرده؟ آره؟ جالبه. خب منم اینطوری هم دیگه. فردا هوا خیلی خوب میشه، آسمون پر ستاره است. ستاره خیلی خوشگلن. بیا فال ستاره بگیریم. چی؟ فال ستاره؟ فال ستاره دیگه چی؟ بذار نشونت بدم. من با دستم ستاره ها رو به هم میچسبونم، یه شکل درست میکنم، تو هم تشخیص میدی که چیه. پس فالش کجاست؟ اگه درست حد زدی یه چیزی آرزو میکنی که حتما برآورده میشه. تو چند سالته؟ نکنه 15 سالته؟ بیا دیگه. خیلی خوب شروع میکنی. این بادکنکه، بادکنک، به خدا بادکنکه. الان باید آرزو کنم چیکار کنم؟ میشه یکم خلاق‌تر باشی؟ بادکنک نبود؟ خب آره دیگه، این بادکنکه. حتی نخشم کشیدی؟ دیدم نخشو، دیدم دور پایین کشید. اون نخ نیست، پای پرنده است. پای پرنده؟ به نظر من اون فیل بود، اونقدر بزرگ کشیدیش، مطمئنم یه فیل گنده است، خیلی گنده بود. باشه باشه، تو راست میگی. گرو میشه یکم با هم حرف بزنیم؟ واقعا برای شنیدن قهقه های پیروزیت خیلی خسته. از این که برادرم اینجا میمونه خیلی خوشحالم. بله
ولی داری میبینی که قهقهه پیروزی سر ندادم گورو. ببین، میتونم ببینم که استرس حاملگی و ترس داری که کاملا واضحه. میتونم درک کنم که حضور خالده چقدر کلافت کرده. میتونی مطمئن باشی که تو این مورد حواسم جمعه. آرامش میخوام گورو. میخوام با برادرم با آرامش زندگی کنم. نمیدونم که اینو باور میکنی، ولی من باهات نمیجنگم. البته که بحث بچه جداست. امکان نداره تو اون قضیه طرفدارت باشم. فقط دیگه با هم سر کله نزن که منم نزنم گلفا. خالده، حالا نوبت حرف زدن با توه. خدا رو شکر که برادرت موند، خیلی خوشحال شدم. اولا حواست باشه به من تو نمیگی، میگی شما. درست مثل همیشه میگی شما. من برای تو گلفام خانومم خالده. اگه میخوای بتونم تحملت کنم، قبل از هر چیزی اینو نباید فراموش کنی. حتی یه ثانیه هم فراموش نمی کنی. در ضمن نمیخوام یه بار دیگه دورو بر گورو ببینمت. ولی گلفام خانم. خالده، به اون دختر نمیپری، باهاش سر و کله نمیزنی. اگه یه شکایت دیگه در مورد تو بشنوم، چه از برادرم چه از گورو، میفرستمت یه جای دور که دیگه نتونی بیای اینجا، دیگه حتی نتونی راه اینجا رو پیدا کنی. ببینین، اون شیطان با شما خوب نیست. این که دورو براتون باشم برای شما خوب نیست. از اون به شما هیچ سودی نمیرسه، هیچ سودی. خفه شو و داروهای لعنتی تو سر وقت بخور. ببینم چی ازم قایم میکردی. این چی؟ چرا اینو ازم قایم میکردی؟ من این چه حالیه خالده؟ نکنه میخوای بگی تسبیه بابات خالده؟ نه 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 نه، مال منه. من که قایم نکردم. اشتباه متوجه شدی. فکر کنم الان دیگه میخوام بشنوم. تعریف کن. چیو؟ واسه اولین و آخرین بار به حرفات گوش میدم. بگو چی بین تو و پدرم بوده. فقط یه بار گوش میکنم. یه کلمه هم حرف نمیزنم. و هر چی شنیدم فراموش میکنم.
چاره ای ندارم، بچه‌مو میگیرم. اون خرگوش نبود، دایناسور بود. دایناسور؟ تو کل آسمونم اون اندازه ستاره نیست، دیوونه شدی؟ خیلی خوب، باشه. شب بخیر. شب بخیر. خوابیدی؟ خب پدرتون حمایتم کرد، اون خیلی خیلی مرد محترمی بود، همیشه حمایتم میکرد. بس، نمیخوام بیشتر از این بشنوم. مادرم چطور قبولت کرد؟ اون خواست شما رو بگیره، انبرخان رو راضی کرد. انقدر پدرتون رو دوست داشت که حتی گناهش هم قبول کرد. بچه خودش مرد ولی آغوشش رو به روی بچه شوهرش باز کرد. هیچ وقت به روختون نکشید، اون در حقتون مادری کرد. پس دخترم، یعنی پدرتون حمایتم کرد، اون خیلی مرد محترمی بود، خیلی محترم بود، همیشه منو حمایت میکرد. امید، شروع شد. گلرو سپاهی یک حکیم اغلو را بارده است؟ بعد از باشگاه میریم دنبال کارهای ماشین. چیزی نمونده گواهی نامه‌مو بگیرم. تا گواهی نامه‌م بیاد سفگی میبرتم.
میشه رانندم. تو هم بیا بریم باشگاه. پاشو بیا بریم دیگه. یه تنوعی هم میشه برات. خیلی خوبه برات. تو از دستم عصبانی؟ نه، چرا باید عصبانی باشم؟ چه میدونم؟ واسه اینکه اینجا موندیم. از اینکه اینجا موندیم خوشحال نیستم، ولی به خاطرش عصبانی هم نیستم. خب من فقط حس بدی دارم، حتما از هورمون هست. حاملگی از این چیزا هم داره دیگه جهان. باشه، اصرار نمی کنم، ولی میدونی که هر وقت بخوای میتونی با هم حرف بزنی، مگه نه؟ چه از ناراحتیامون، چه از عصبانیتامون. ناراحتی من خودخواهانه است، یعنی درسته، از اینجا موندنمون خیلی ناراحتم و میترسم، اما خب از اینکه بهم نگفتی تعجب کردم. ادامه بده. چیزی که بیشتر از ناراحتی داره سجرم میده خودخواهیم جهان. اما این مشکل من خودم تنهایی از پسش برمیام. جدی میگم برمیام. یکم حرف بزنیم؟ دوست داری؟ صبح بخیر. پاشو ببینم کار داریم. سفگی یکم به ما. نه نمیخواد، شما بری. بعد از ظهرم میتونیم بریم. نه نه نمیشه، تو ورزشت کوتاهی نمی کنی عزیزم. پاشو آفره. پاشو من اینجا، وقتی اومدی دوباره حرف میزنیم. باشه، زود بشی. شما بریم باشگاه، ما میریم صبحونه بخوریم. بریم. اگه بخوای بعد باشگاه با هم نهار میخوریم، هوامونم عوض میشه. حتما عزیزم. ورزشتو بکن، به پرتو ماشین و زود برگرد. اینا همشون مال تو لوبیا کوچولوی من. نوش جونت باشه عزیزم. چی؟ چرا چرند میگی؟ چی؟ به چه جرأتی؟ چطور میتونی این جسارت کنی و همچین سوالی ازم بپرسی؟ همه چونی دوباره روزو زود شروع کرده. طرف صحبتتون من نیستم. بعدشم نمیتونین هیچ کدوم از اعضای خانوادم و تو همچین رسوایی وارد کنین. من اجازه نمیدم. به نظرم بهتره به جریمه ای که به خاطر چاپ این چرندیات باید بدین فکر کنی. دیگه مزاحممون نشین. میترسم بپرسم، ولی چی شده؟ گلفام چی شده؟ گرو ازت میخوام آروم باشی،
حیوان چارپای کنار رودخونه. شما که میدونین من باید برم سر کار، همینطور اینجا نشسته این بابا آدم توی یه کار کمک میکنه. پسرم این چی میگه ها؟ چه میدونم ننه، بازم داره به خودش حرف میزنه. وای خدای خودت به من صبر بده نزنم اینو لهش کنم. بسم الله. وای طلبکار اومدن. کدوم طلبکار بابا؟ چرت نگو وایسا ببینم. من نیستم. اه قنچه؟ قنچه چه وضعیه؟ چه خبره؟ چرا اینجوری میکنی؟ این چه وضعیه؟ چی چه وضعیه ها؟ تو بگو این چیه، بگو. گلرو سپاهی یک حکیم اغلو باردار است. وقتی دکتر معروف امید حکیم اغلو برای تست پدری آماده می شد، متأهل بودن نامزد سابقش گلرو سپاهی دست و پایش را بست. آبچی مسوده، آبچی مسوده، بیا بشه. برو یکم آب بیار. کار توه، کار خودت کن. گروه خواهش میکنم آروم باش، به فکر بچه نه کار تو باشه. اگه تو این کارم دست داشته باشی قسم میخورم دیوونه شدی. آروم باش، تو چی فکر کردی؟ فکر کردی میتونم برادرم و اسممونو اینطور خراب کنم؟ تو میکنی، تو برای رسیدن به هدف ترکاری میکنی گلپو. حداقل خبر رو درست حسابی به کار توه، تو اونقدر شعور نداری، کار خودته. تو منو خوب میشناسی و میدونی تقاس این کارو ازت پس میگیرم. گروه منطقی باش. گرو به چی زور زدی؟ برین سر کارتون. الان چی میشه؟ آروم باش، کاریه که شده آروم باش. چیزی نمیشه عزیزم، دستشون به هیچ جا نمیرسه، به هیچ جا دستشون نمیرسه. یه نگاه به خودت بنداز، فکرت مونده خونه. بابا تو هم که شنیدی گلرو چی گفت؟ میگه مشکلی نیست. بازم اگه بخوای میتونیم کوتاش کنیم. به خدا مشکلی نیست، من خوبم. پس این دویگو کو؟ منم دنبالش گشتم ولی ببخشید یه لحظه. بله بفرمایی. دویگو خانمو ندیدین؟ دویگو خانم از اینجا رفتن. چی؟ اخراج شده. اخراج شده؟ تو چرک کف دستم بودی عزیزم، شستم، خوش کردم. چی؟ اینا بزن کنار. با استاد والا خیلی شرمندم، این بار دیگه میشه. من تا میام اسم بگیرم یه خندم میگیره. چی کار کنم؟ چی بود دیالوگ؟ یادم میره دیگه. خیلی خوب. باش الان گرفتم چی شد. بروی ببرش کنار. شما هم ببخشید. حاله این جوونه درد سره. ولی درد سر فوتوژنیکیه. درسته، ولی 12 بار تکرار شده. یارو کل برنامه رو به هم ریخته. نگاه کن دیگه، چه خبره؟ عزیزم تو یکم کلافه شدی. خبر دارم، اون پروژه‌ای که خیلی بهش می‌نازیدی رو نتونستی بهش تهیه کننده‌ای بدی، ولی من برای تو یه هدیه کوچولو دارم. خب لااقل مثل اونای دیگه نیست که نشه درستش کرد. ما یه مصاحبه‌ای ترتیب میدیم، یکی رو میشناسم که خیلی خوب از پسش برمیاد. اینجا میپذیمش، اونجا میتره کنیم. عالیه، حل شد. ببین دوربینم ازش خوشش اومده. من خوشم بیاد، دوربینم خوشش میاد. مرد ادامه بده یه دور دیگه. چشم استاد، یه بار دیگه میریم. حله. با سوتاقه نمیاد بیرون.
ولی خوب شد، حقش بود. واتن ارجل مامانت اینجوری نگودی که قرن تو دلت آب شده بود که دیگه درست شده. نگاه کن شوهرتو، از قبلم بدتر شده. هی بیا بایی، این گروه خدایا باز چی شده؟ اون کجاست؟ امید کجاست؟ باز چه خبره؟ آبجی، امید آبجی، امید نیست، امید خونه نیست. یه نگاه به خودت بنداز، داره بچه تو از بین میبری. من آب بیارم. گل رو چی شده؟ بگو دیگه. خواهر جون چه خبره؟ بذاریم من بگم چه خبر شده. تو ربطی نداره، دخالت نکن. دیگه کل مملکت میدونه گل رو سپاهی یک حکیم اغلو باردار است. شروع میکنم. آقا امید، خبرها درسته؟ درسته که به خاطر مسئله پدری اومدین دادگاه؟ بله دوستان، درسته. برای همین اومدم اینجا. فقط چون بحث تأهل هستش نمیتونیم کاری بکنیم. پدر بچه شما این آقا امید؟ بله، حدس میزنم اینطور باشه و برای اینکه کاملا مطمئن بشم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. فعلا جواب سوالتون رو وکیلم میده. وایسا آبجی، تنها نمیذارم، منم میام. خون بگو از کارش پشیمون میشه. آبجی کجا؟ دنبالم نیا، به هیچ کدومتون اعتماد ندارم، نمیفهمی؟ یعنی چی اعتماد ندارم؟ یعنی چی؟ تو خبر چی نوشته بود چیچک؟ یه منبع نزدیک به امید حکیم اغلو. به نظرت کیه؟ ببخشید آبجی، ولی نمیشه این حرفو توی پای شاکه شدنت گذاشت. خیلی احمقانه است. معلوم هست تو داری چی میگی آبجی؟ من با هیچ کدومتون کاری ندارم، به هیچ کدومتون اعتماد ندارم، به هیچ کس اعتماد ندارم، به هیچ کدومتون. انتظار یه برخورد شدید از گل رو دارم، ولی بذار ببینیم کی. یهو بلند شد رفت، ولی نمیدونم کجا. امیدوارم هنوز به جهان نرسیده باشه. اومد، بعد بهت زنگ میزنم. گرو بالاخره اومد. بذار فاصله بگی. چیز خیلی وحشتناکی شنیدم گرو. چی؟ این بار دیگه چیه؟ امید واسه خبرنگارو حرف زده. یعنی چی؟ مگه به خبرنگارو چی گفته؟ جزئیاتشو نمیدونم. یکی از دوستای خبرنگارم خبر داد. شب تو اخبار پخش میشه. چه خبره؟ چه خبره؟ جلوی در دادگاه حرف زده. اون میخواد چی کار کنه؟ آخه چه مرگشه؟ مگه مشخص نیست میخواد چی کار کنه گرو؟ داره سعی میکنه ما رو تو فشار بذاره. تست پدری میخواد. من با وکیلم حرف زدم، چند دقیقه دیگه میاد اینجا. به خاطر متأهل بودنت شانسمون زیاده، یادت نره. اما چی؟ اگه دادگاه شکایتشو قبول کنه. اگه قبول کنه چی میشه اگه قبول کنه؟ مجبور میشی تست پدریو بدی گرو. نمیدونم با جواب تست آخرش به کجا میرسه، ولی امید ممکنه شکایت کنه که بچه رو بگیره. و چون تو اینو ازش قایم کردی، میتونه ادعا کنه که حق و حقوق پدریو ازش گرفتی. نمیدونم این از نظر قانونی چطور میشه، میتونم مشورت بگیرم، ولی مطمئنم چیز زیاد جالبی نیست. نه نه نمیشه،
جلوشو بگیر، خواهش میکنم لطفا جلوشو بگیر گلفا. من به خاطر برادرم هر چقدر تونستم کمکت. لطفا 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 التماست میکنم، هر طور که شروع کردی همونطورم تمومش کن. خواهش میکنم جلوی امیدو بگیر، التماست میکنم جلوی امیدو بگیر. فقط تو میتونی جلوی امیدو بگیری گلفا، فقط خودت. نمیفهمی؟ لازم نبود کارا به اینجا برسه. برای همین ازم پرسید، گفت برای آخرین بار بهت فرصت میدم. اگه با رضایت خودت تست بدی دیگه لازم نیست برین دادگاه گرو، اون وقت میتونیم همه چیو بی سر و صدا حلش کنیم. تو یه جادوگری کثافتی، تو نقشه کشیدی، یکی جلوشو بگیر خانده بیا کمک. گفتم برام تله گذاشتی، ازت متنفرم، ازت متنفرم، ازت متنفرم گل. نه خانده بلش کن، بلم کنی، بلم کنی، بلم کنی، بلم کنی. برین سر کارتون. گیر افتادی گر، حسابی گیر افتادی. سورپرایز، گفتی ماشین تو بیارن اینجا، ولی انگار زیاد خوشحال نشدی. گروه هفت فور بهم زنگ زده، حتما یه چیزی شده، بپر بریم. وای بسته دیگه، بسته، من باید برم پیش گل رو. دخترم دست و پات داره میلرزه، آخه با این حال کجا میری؟ خاموشه، به خدا هنوز خاموشه، دارم دیوونه میشم. اونو بده من ببینم. بده. جهان گوشی رو بده به گلرو. گلرو پیش من نیست، چیزی شده؟
استخونات تو گور بلرزه صالح خان. دخترات باز به جون هم افتادن. ای کاش میدونستی که بچه ای منم دست گل خودت. کاش دشمن شدن دوتا خواهر رو میدیدی. تو هم تو گور میلرزیدی.